خب سلام دوستان، مازیار هستم. برگشتیم با یه ویدیو دیگه. قبل از هر چیزی بگم که اگه اولین باری میاد توی کانال، فراموش نکنید دکمه سابسکرایب رو بزنید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و اگه کسی رو میشناسید که بهش معرفی کنید اگه فکر میکنید به دردش میخوره. این ویدیو که شما الان میبینید احتمالا چند روزی مونده به نمایشگاه استانبول داره پابلش میشه. نمایشگاه استانبول داریم که سعی میکنم که یه پوشش خیلی خوبی براتون داشته باشم. اگرم میاید توی نمایشگاه که من توی غرفه نکته مدل هستم، حتما روزایی که اونجا هستم براتون ویدیو شورت میذارم که کجا هستم دقیقا. اگه دوست داشتید بیاید که خوشحال میشم من نزدیک ببینمتون. ممکنه 2 یا کلا 4 روز رو اونجا باشم، ولی حداقل 2 روز رو هستم و سعی میکنم براتون پوششی داشته باشم. ولی خب یه سری محدودیت ها داره برای تصویر برداری، به خاطر اینکه خب شرکت ها هستن و خب شاید نخوان طرحشون دیده بشه، ولی خب تا جایی که امکانش باشه حتما. و نمایشگاه جالبی احتمالا میشه، به خاطر اینکه پیش بینی ها این بود که خیلی نمایشگاه مهمی میشه و خیلی رقابتی. شرکت ها خیلی احتمالا قوی حاضر میشن، حداقل شرکت های طراحی. ولی خب یه پیش بینی هستش که احتمال داره که زلزله تأثیر گذار بوده باشه، یعنی اینکه خب یه عده‌ای به دلیل ترس میگن. حالا برای من خیلی مفهومی نداره، ولی خب جزو پیش بینیه که برای نمایشگاه میشه. به هر حال خوشحال میشم ببینمتون اگر که میایید، و سعی میکنم که براتون یه پوششی هم داشته باشم. بهتون میگم که این ویدیو در مورد ساب دیواید هستش. میخوام این نگاهی بندازیم به ساب دیواید، ببینیم که دقیقاً چی کار میکنه و چه کارهایی میشه باهاش کرد. یه تمرین کوچولویی هم باهاش میکنیم، یه اشاره ای هم به یک دو تا از دستوراش میکنیم، و اینکه در یه شروعی باشه برای اینکه بتونیم با ساب دیواید هم کار بکنیم، یه استارتی هستش. یه نکته هم بگم که من چون کار تصویر و صدا خیلی انجام ندادم، یا اصلا انجام ندادم، همش مال کانال بوده، دو تا ویدیوی قبلی خیلی به من خصوصی پیام دادن که با تصویر خوب نیست، قبلی قدیمی ها بهتر بود. سعی میکنم تو این ویدیو حلش کنم، امیدوارم که حل شده باشه، چون بعد از آپلود یه سری اتفاقاتی میفته. مثلا ویدیوهای شورت ماهایی که کانالای معمولی داریم انقدر کیفیت تصویر پایینه که اصلا انگار که با دوربینای وی جی ای زمان 76 ده نوکیا ضبط شده. خیلی عجیب غریبه یه کیفیت رو، نمیدونم چرا میارم پایین. حتما باید متخصصه، حالا متخصص که نه دیگه، حتما باید بشینی دنبال این چیزا بگردی که من متاسفانه فرصتشو ندارم. دیگه حال سعی میکنیم کیفیت رو بهتر کنیم، کیفیت تصویر رو. بریم ببینیم که ویدیو در مورد چیه. لایک و سابسکرایب رو هم فراموش نکنید. ویدیوهای دیگه هم میاد. ویدیو قبلی اونجوری بود که مثلا تو 2 دقیقه این کارو کن، تو 10 دقیقه اون کارو کن. این ویدیو اونجوری نیست، یه استارت یه چیزیه. ولی خب یه ویدیو داریم که تو 7-8-10 دقیقه، حالا دقیقش رو هنوز نمیدونم چون ریکورد نشده، ولی خب هر چیزی رو انگشتر کن، هر چیزی رو. یه تکنیک قدیمیه، یکی دوتا کار حالا پرفروش هم تو مارکت ایران ازش هست، ولی خب چرا از اون تکنیکی به اون خفنی و سادگی چرا کار بیشتر نکنیم. اون ویدیو هم به زودی آپلود میشه توی کانال. احتمالا موقعی که دارین ویدیو رو میبینید 2-3 روز مونده به نمایشگاه. سعی میکنم که بیشتر راجع به جولری شو استانبول براتون حالا ویدیو بسازم، یه سری کارایی بکنم، چون واقعا مهمه، یعنی تو این منطقه جز مهمترین هاست، خیلی بزرگه و تقریبا از همه جای دنیا هم میاد. پارسال همین موقع از مکزیک حتی یه کمپانی اومده، یعنی از همه جای دنیا میان. جای جالبیه، در کل اتفاقات جالبی توش میفته، خیلی مهیج نیست، بم نمیترکونن، ولی خب برای کسی که علاقه داره خیلی محیط جالبیه در کل، هم برای آشنا شدن، هم برای دیدن، هم برای یاد گرفتن. بریم ببینیم ویدیومون چی داره. خب خیلی سریع بریم سراغ تمرینمون. از اولین ویدئویی که برای ساب دیواید میخوایم ضبط کنیم، میخوایم چند تا تمرین کوچولو انجام بدیم و آشنا بشیم که دقیقا ساب دیواید میتونه چه کاری رو برای ما انجام بده. خب اولین کاری که باید بکنید توی راینوی 7، بیاید توی قسمت ساب دی تولز از این بالا که بتونید آیکون های ساب دیواید رو ببینید. ساب دیواید تقریبا میشه گفت تی اس پی لاین هستش، ولی خیلی روونتر، خیلی سبکتر. تی اس پی لاین پلاگینی بودش که توی ماتریکس همیشه بودش و خب روی راینو هم میتونستید نصب کنید و ازش استفاده کنید. خب باگ داشت، مشکل ساز بود، یعنی همیشه یه سری گیر و گورهای توی کار ایجاد میکرد، ولی خب گاهی اوقات هم خیلی کار رو انداز بود. ولی خب دیگه از وقتی که ساب دیواید اومده دیگه کسی از تی
اسپلان استفاده نمیکنه دیگه، چون خیلی روون تر و به صورت آفیشیال روی راینو هستش. خب برای اولین تمرین میخوام یه دونه زنجیر ترسیم بکنیم. من میام یه دونه دونات نسبتاً ضخیم ترسیم میکنم و اولین چیزی که شما میبینید سری خط هست شبیه به آیزو کرو ها، ولی خب اینها در حالت ساب دیوایت که ترسیم میشن دیگه آیزو کرو نیستن. شما با نگه داشتن کنترل شیفت میتونید یک دونه از این فست ها رو سلکت کنید و موو کنید. اگه با این دایره کوچیک موو کنید یک سرود میکنه و یه فست جدید میده. میتونید روتیتش کنید مجددا اینو اکسترودش کنید و یه آبجکت جدید بگیرید دوباره روتیتش کنید مجددا، همین کار رو هی تکرار بکنید، یا اینکه مثلا بیاید اصلا جهتش رو عوض کنید روتیتش بکنید ادامهش بدید و همینجوری یه شکلی رو شروع کنید به تولید کردن. خب فری هند کار کردن نیاز به تمرین زیادی داره، اولش یه مقدار گیج کننده است. خب من حالا اینو کجا ببرم، اینو حالا به کجا وصل کنم، اصلا تهش چی میشه. خب نیاز به سری تمرین هست که شما متوجه بشید که دقیقا قراره چه کاری رو انجام بدید. اولین کاری که میکنیم با یه تمرین ساده شروع میکنیم، یه دونه زنجیر ترسیم میکنیم که یه سری تفاوت با راینو داشته باشه که کم کم دستمون بیاد بتونیم تمرین های پیچیده تری هم انجام بدیم. خب از اونجایی که قراره یه زنجیر ترسیم بکنیم خیلی فعلا درگیر ابعاد و اندازه ها نمیشیم، صرفا هدف آشنایی با ساب دیواید. این رو به حالت بیزی بهش میدم. من با نگه داشتن کنترل شیفت میام این قسمت و این قسمت رو سلکت میکنم. توجه داشته باشید که دیگه مثلا اینو سلکت نکنید، چون اگر که موقع موف کنید اینجا هم خطایی ایجاد میکنه. پس مجددا سلکت میکنم، دقت میکنیم که همه چی سلکت شده و چیزی جا نمونده. موف میکنم میارم بالا، یه مقدار شکستگی توی این مرکز وجود داره، اینو هم سلکت میکنم یه مقدار میارمش بالاتر. خب یه شکل بهتری به ما داد، میارم میذارمش توی این قسمت و بیشتر شبیه به یک زنجیر خیلی ساده ولی خب مثلا پهن هستش. اگه بخوام ضخامتش رو مثلا حالا کاهش بدیم، شما میتونید یه سری سلکت انجام بدید. من این آبجکت هم رو لاک میکنم چون توی هیستوری هستش، به صورت اتوماتیک اون آبجکت هم آپدیت میشه. اینا رو فقط صرفا به عنوان تمرین بهتون نشون میدم که دقیقا چطور میتونید کار بکنید ضخامت ها رو تغییر بدید. میریم توی تاپ، آنلاک میکنم، میذارمش توی این قسمت که اون حالت بازی زنجیرش رو داشته باشه. خب ما اینو که میتونستیم توی راینو هم انجام بدیم، یه دونه پایپ بزنیم و توی راینو 4 هم ما میتونستیم اینو انجام بدیم. خب چه کاری بود؟ خب حالا میخوایم وارد دستورهای ساب دیواید بشیم، اون چیزهایی که تفاوت رو ایجاد میکنه. اولین چیزی که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم بریج مش اور ساب دی هستش. میاد بریج میزنه، بریج به معنی پل هستش یا اتصال هستش. میاد اتصال بین دو نقطه رو برقرار میکنه. نگاه کنیم ببینیم چطور کار میکنه. یه دونه کلیک روش میکنم، دستور سلکت میشه، میام این صفحه رو سلکت میکنم یه کلیک راست، این رو هم سلکت میکنم یه کلیک راست. این قسمت میاد از شما میپرسه که چند قسمت تقسیمش کنه. روی حالت دیفالت میذارمش روی یک و اوکی میکنم. یه چیز عجیب و غریبی اومد اینجا، یه کنترل شیفت من نگه میدارم. دقت کنید که صفحه روی شو باید سلکت کنید، رو سلکت کردم. حالا با موف کردن این ببینید که داره اتفاقاتی میفته. ولی به شکل کاملا متفاوت. یعنی یه همچین چیزی رو توی راینو ترسیم کردن نمیدونم چقدر زمان میبره. میام اینها رو سلکت میکنم، میرم توی تاپ ویو، کنترل رو نگه میدارم که گامبال فقط خودش رو حرکت بده. گامبالم رو با این موازی میکنم، اسکیلش میکنم و ظریف‌ترش میکنم. میام یه نگاهی به اینجاها میندازم. اگه دوست داشته باشم کار دیگه ای بکنم، اولین کاری که میکنم این رو دیلیت میکنم، اینو میارم میذارم اینجا و لاکش میکنم. خب نگاه میکنیم ای بابا اینجا درگیره. کنترل شیفت رو نگه میدارم، کل این اتصال رو سلکت میکنم و روتیت میکنم، باز میشه. به خاطر مووی که انجام دادم از هیستوری خارج شده دوباره. خب الان به خاطر اینکه موو انجام ندادم تو هیستوری هستش، میتونیم مجدد ببینیم که چطور کار میکنه. میتونیم اینا رو به هم دیگه نزدیک کنیم تا جایی که مطمئن باشیم زنجیرمون فیکس نمیشه و حرکتش رو از دست نمیده و میتونید کارهای متفاوت تری همینجوری ادامه بدید و انجام بدید.
مثلا کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که بیایم اینجا یه دونه کنترل شیفت بزنیم، یک سرود به این قسمت بدیم و این شکل این بالا رو تغییر بدیم، بیایم اینو کوچیکش کنیم یا یعنی اینکه روتیتش کنیم. توجه داشته باشید که کاری که الان داریم میکنیم صرفا یه تمرین هستش برای اینکه با ساب دیواید آشنا بشیم که دقیقا چه کارهایی میتونه برای ما انجام بده. خلق کردن یه همچین شکلهایی توی راینو قبلا خیلی دردسر بود، یعنی این اتصال، این تمیز این قسمت و این مسائل خیلی کارا رو سخت میکرد برای ما، چند تیکه میشد و حالا دردسرهایی که افرادی که با راینو کار میکنن کاملا آشنا هستن. این یکی از کارهایی بود که ساب دیواید میتونه برای ما انجام بده با ساب، با استفاده از کامند بریج میتونه یه زنجیر خیلی جذاب و متفاوت باشه، کار خیلی شیک میتونه باشه وقتی که از تاپ ویو توی حالت رندر بهش نگاه میکنید، واقعا متفاوته. و اگر که این دو تو حالت طلا تصور بکنید کار زیبایی میشه، به همین راحتی میشه از این کارا باهاش کرد. یا یعنی اینکه مثلا یه دونه دونات دیگه ترسیم میکنیم، این بهش زخامت میدیم، خیلی بزرگ شد، یه دونه دونات داریم این شکلی، به راحتی تبدیلش میکنیم اینم به یه زنجیر دیگه. چه جوری؟ میام دوباره با استفاده از بریج اینجا یه دونه راست کلیک، اینجا یه دونه راست کلیک، اینها رو به هم دیگه وصل میکنه و من اینو اوکی میکنم. مجددا کنترل شیفت رو نگه میدارم، صفحه بالایی رو سلکت میکنم و به این یه مقداری زخامت میدم. میام اینها رو سلکت میکنم، دقت کنید که اینجا ما چیزی نمیخوایم، فقط اینا رو میخوایم. اینو میارم بالا، کوچیکش میکنم که ظریف باشه. میتونم اینا رو هم سلکت کنم و به این شکل انجام بدم. حالا یه مسئله ای هست که ما اگر که بخوایم وقتی که فری هند داریم اینجوری دستی کار میکنیم، ای بابا من میخواستم اینو این پایینم ایجاد کنم، میخواستم قرینش کنم، چیکار کنم؟ اینو برش بزنم، میرور کنم، دوباره کپی کنم؟ نه، از این کارا اینجا نمی کنیم. کنترل زد میزنیم برمیگردیم عقب. توی ساب دیواید به خاطر اینکه فری هند کار، دست آزاد کار کردن یه قابلیت مثبته، ولی خب یه مشکلی داره که قرینه کار کردنش سخته. یه دستوری داره اینجا Reflect Sub the Object، این میاد یه مرز تعیین میکنه و هر کاری که شما این ور مرز انجام بدید اون ور مرزم براتون کپی میکنه. چه جوری؟ من الان میخوام بیام این بالا یه دونه بریج، یه دونه پل مانند بزنم، یه دونه این پایین عینش میخوام. میام توی فرانت ویو آبجکتمو سلکت میکنم اینجا و اینجا کلیک میکنم. ببینید که دو قسمت کرد کارو. حالا من هر کاری که اینجا بکنم اونجا هم تکرار میشه، یه چیزی که اینجا انجام بدم اونورم تکرار میشه. این باعث میشه که به راحتی هم بتونم یه کار قرینه داشته باشم. حالا چیکار میکنم؟ مجددا بریج میزنم. خب بریجم رو که زدم میبینیم که اون طرف هم تکرار شده. سلکت میکنم، موو میکنم، ببینید که کاملا داره کار رو تکرار میکنه. حالا میخوام کارم ظریف‌تر بشه، میام اینا رو سلکت میکنم، اسکیلش میکنم ظریف‌تر، بازم ظریف‌تر، میارمش بالا. میتونم یه مقدار ارتفاعش رو بیشتر کنم و حالا یه کپی ازش میگیرم، یه روتیت 90 درجه هم بهش میدم و این رو میتونم به همین شکل کپی کنم و ادامه بدم که میتونه تبدیل بشه به زنجیرم. و همین شکلی میتونه ادامه پیدا کنه. و شما خب با توجه به اینکه ما توی هیستوری هستیم میتونید تغییراتتون رو دائما تکرار کنید. منظورم هیستوری اینه که شما هر ایدیتی که انجام بدید اون پایین هم ادیت میشه. مثلا من میخوام اینجا کارم رو ظریف‌تر کنم، یا اینکه مثلا این گوشه ها رو باز کنم کارم تیزتر بشه. حالا یه کپی به این شکل میام توی فرانت ویو،
میرور میگیرم ازشون که ببینیم که بعد از اینکه اینا تبدیل به زنجیر شدن به چه شکل در میاد. خب میذاریمش روی حالت رندر تا ببینیم که چه کار کردیم. خب برای اینکه این خاکستری ها از بین بره یه دونه کلیک راست میزنید، ابجکتاتون رو سلکت میکنید و اون حالت مرز از بین میره، اون خطی که برای شما میکشه که حالت میرور رو ایجاد میکنه و میتونید ببینید که حاصل کارتون به چه شکل بوده. این اولین تمرین ما بود از ساب دیواید و یه اشاره‌ای بود به این که ساب دیواید دقیقاً چه کار میکنه. یه دوتا دستور سادهش رو ما استفاده کردیم برای اینکه ببینید که چه کارهای جالبی میشه با ساب دیواید انجام داد و یکی از قابلیت‌های جذابی که خب جز اولین چیزایی هستش که هر کسی که با نسخه جدید راینو کار میکنه تستش میکنه مولتی پایپ هستش. اینم بهتون نشون بدم و ویدیو رو تموم کنیم. چند تا پایپ که چند تا خط که اومدن به هم دیگه رسیدن، من میام روی منوی ساب دیواید گزینه مولتی پایپ رو میزنم و مثلا حالا رادیوس دو هم بهشون میدم. اینجا هم روی حالت یک هستش، همینید که خیلی بامزه میاد این کار رو برای شما میکنه که اینم میتونه خیلی قابلیت جالبی باشه برای طراحی، مخصوصا توی کارهای فیوژن که یه عالم خط دارید اون محل اتصالشون به شما یه قطعی بده برای اینکه تراش بزنید یا حالا قلم کار بکنید یا هر چیز دیگه. این جزء آپشن های جالبیه که خب راینو داره و میتونید ازش استفاده کنید. آپشن های جدیدی نیستن، اینا خیلی وقته این نسخه از راینو اومده، ولی خب تدریسش رو من تازه توی کانال شروع کردم و یواش یواش با تمرینای بیشتر یاد میگیریم که چطور با ساب دیواید هم کار بکنیم. اگر اولین بار بود اومده بودید توی این کانال یا اینکه هنوز سابسکرایب نکردید، فراموش نکنید که دکمه سابسکرایب رو بزنید. اگه ویدیو به درتون خورد لایک کنید و اگه کسی رو میشناسید که فکر میکنید این ویدیوها بهش کمک میکنه حتما بهش معرفی کنید. نکته ای چیزی بود برای من توی قسمت کامنت بنویسید. شب و روزتون خوش، با یه ویدیوی دیگه بعدا برمیگردم.